یک زندان در غرب افغانستان کارگران سابق دولتی و همچنین کودکان را به دلیل جرایم جزئی نگهداری میکند. زندان هرات تحت نظارت محمد نبی خلیل از مقامات طالبان است. طالبان به خبرنگاران اجازه فیلمبرداری را دادند، ولی فیلمبرداران در طول بازدید توسط افراد مسلح او همراهی میشدند. در هر یک از سلولهای زندان 40 مرد زندانی است که بسیاری از آنان با جرایم مانند سرقت، زنا و عدم پرداخت بدهی متهم شدند. نفر اینجا بشونده از دولت قبلی مرتکب نقه همه دام میکنه میره گم میشه دیگه کسی نیمای پشت کار فقط تو رنجی میشونه کس از آدم هم فرصان نمید. بسیاری ادعا میکنند که محاکمه نشدند و هیچ روند دادگاهی نداشتند. فرماندار زندان میگوید که سیستم دادگاه شریعت تنها یک ماه پیش راه اندازی شد. در حالی که طالبان با کسانی که با نیروهای خارجی یا دولت کار میکردند وعده عفو داده بودند، یکی از زندانیان میگوید که بسیاری از آنان کارمندان دولت سابق کشور هستند. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که آلیا عزیزی، رئیس پیشین زندان زنان هرات، بیش از 4 ماه است که ناپدید شده است. معنی سوچیده بود افغانستان بی پریشوی و خارج تبکلی بود. محمد نبی خلیل، مسئول زندان طالبان، میگوید که او فکر میکند که آلیا عزیزی به خارج از کشور رفته و فاسد بوده است، اما شوهرش که خلاف این را فکر میکند با خبرنگاران میگوید که به نظر او طالبان با ناپدید شدن او ارتباط دارند. اگر میرفت حداقل در طی 4 ماه با ما تماس میگرفت بود. ببین یک چیزه. او همچنین معتقد است که سرویس استخبارات طالبان نیز در این امر دخیل است. ما خوب فکر میکردیم که طالبان میگفت که ما عوض شدیم، اما با این چیز نوینه که ما دیدیم از اینا، نه، ما اشتباه کردیم. در سلول دیگر احتمال بیشتری وجود دارد که حقوق بشر نادیده گرفته شده باشد. در این سلول پسران جوان زندانی هستند. یکی از آنان میگوید به خاطر دزدی دوچرخه او را در زندان نگهداری میکنند. What did you steal? از ما باسکل. بله.